و این علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون و قطعا بر شما نگهبانان گماشته شدند فرشتگان بزرگواری که نویسندگان اعمال شما هستند آنچه را می کنید می دانند. شیطان سعی می کند رابطه دعا و نماز را با مرکز هستی قطع نماید این مکالمات نباید قطع وصل شود چرا که صفحه زندگی ما با محورهای های ملکوت برای آسمانیان رسد می شود. آنجا برترین انتخاب و جایزه داده می شود. نکته دیگری که باید این را هم بفهمی که اگر خواسته باشیم که ماه مبارک رمضان را به اسباب اعزاری نتانستیم بگیریم. به سبب اعزاری نتانستیم بگیریم. یکی که یک نفر سخت مریض بوده باشه مرض یکی از, وص... از, از, اسباب افتار است یعنی یک نفر مریض است وقتی که مریض است میتونه افتار بکنه و خداوند مطال برایش پاداش میدهد و او چه وقت میتونه که افتار بکنه که داکتر حاضق برش بگه که روزه برای تو نقص میکنه نه ای که از خودش چی از خودش فتوا بدهد دو خانمه که برای طفل شیر میدهد و یا خانمی که حامله است ارگا ای هم به اساس توصیه دکتر که شیرش اولادش کم می شود و یا هم برای طفلش زیان می به ازن دکتر ای هم افتار بکنه زیرا در ای یک نقطه بسیار مهمی است اطفال ما وقتی که ما بر شیر میدیم در عمر بین مهم قرار دارند و در حقیقت در امو سن تا سه سالگیش تکمیل می شود مغز که تفکر و اندیشه و تعقل و حافظه به او تعلق دارد ای در امیم یعنی الا سه سال تکمیل می شود ارگا مادر خوب قوی نبوده باشد و طفل غذای خوب نرسه شیر کافی برش نرسد طبیعتا این مغز فعال ضعیف میباشد باشد انگامی که ضعیف شد طفل ناخان میآید تنبل می آید ضعیف می میآید و در مکتب ناکام و ناکام شده می راید. ولی اگر در این زمان مادرها جدی برای تغذیه خود متوجه شوند و تغذیه طفلشان متوجه شوند ان شاء در این خیری بزرگی نهفته است سوم کسی که مسافر بوده باشه به با او هم رسول الله صلی علیه و آله اجازه داده است که میگه سفر خودش مشقت است پس گرفتن روزه مشقت شما می افزاید از چه خاطر افتار کرده می تونید پس خود ما ایال از خود پرسان بکنیم که چی ضرورت است که ما در ماه که رمضان سفر بکنیم پس اول در پلان تانی را کنید که در, در, یکی از امانه هایی که شما در خانه می باشین ایام بارک رمزان می باشین با اطفال تان باشین با خانوادهتان باشین سفر نکنین ولی انگامی که سفر کردین بازم از خود پرسان بکنین که قرآن کریم برای شما میگو انت سوم خیر لکم اگر روزه بگیرین در سفر این هم براتون بهترتر است از, از که شما در سفر افتار بکنید پس توصیه ولی ما شد که ماه مبارک رمضان را سفر نرین ولی اگر باز هم نشد که بروین و انت سوم خیر لکم اگر روزه بگیرین این برتان بهترتر است نسبت به که روزه را افتار بکن ولی اگر افتار هم کردین مشکلی داری نیست در دین وجود دارد به این عنوان ما پدرها و مادرای داریم که اونا پیچ سفید و ریس سفید هستند اونا توان روزه گرفتن را رو ندارن گاه گاه برای خود و همچنان فامیل سبب رنج می و محکم می که نه ما خام روزه را می گیرون. در حالی که روزه گرفتن به صحتشان ضرر داره ضعیفشان میکنه، مشکل برشان ایجاد میکنه. پس خداوند متعال برشان این داده است که اینها افتار بکنند و این سماحت دین را و این بخشش دین را باید بپذیرد و خواهرای ما که ایام مریضی برشان پیدا می شود و مجرده که پیدا میشود شریعت الهی اونها را دستور میدهد که شما روزه را نگیرید ولی روزه را نگیرید معنای چی است؟ ما با یک مشکل جدی در عرف خود در رو هستیم که خواهرای ما که مریض محور پیدا می شود اونا هم روزه طوی میگیرن اونا هم روزه میگیرن یعنی به این معنا که کسی دیگه در خانه نفهمه بنا در حالی که مفتر هستن در حالی که روزه ندارن ولی عین همون مشکلاتی که یک روزه دار تایی میکنه این بیچاره هم تایی میکنه ما تشکر میکنم و خداوند مطال برشان پاداش نیک را ارزانی بفرمه که این آداب را حفظ کرده کار خیلی خوبی است که چون ادب را نگاه میکنن ولی در پهلوی از اون ای به این معنا نبوده باشه که اینا روزه داشته باشند من یک فرصت را بر خود غنیمت بدانند نان خوب را تناول بکنند ای ایامی هست که اینا وجود از اینا را ضعیف میکنند خون از پیش سایه می شود و چقدر زیبا خواهد بود که اینا هم برای صحتمندی خودشان و خانوادهشان جدی باشند با روزه رو روزه نگیره اگر میگیرم ثواب ندارد بلکه نان را به شکل معدبانه و درست اینها تناول بکنه در این هم انشاء الله العظیم خیر است حکم دیگری که برای باید متوجه بوده باشه ارگاه کسی مریض بوده باشه کسی مسافر بوده باشه به با این مردم و زنی که مریضی محور داره اینها مکلفیت دارند که از ایام دیگری روزه خود را پس بگیره این تو نمیشود که اینا هم برن هم روزه خوردند، خوردن بعد فردایش بیاید فدیه بدهد اینها مکلفیت دارند که در ایام آخر مراجعه بکنه و روزای خود را پس بگیرد صرف برای, برای کسی که میتونه که فدیه بگیرد او امو ریش سفیدا و پیش سفیدای ما هستند اینا چون ضعیف هستند اولادایشان هر روزی که شام شد بهتر تر است که یک چیز تیار بکنه و در اختیار پدرش مادرش قرار بده که پدر جان مادر جان این فدیه ای امروز است فدیه امروز است به هر کسی که تو دوست داری را در اختیارش قرار بده و انشالله هر دیگر هر دیگر هر دیگر و دست خودش او داده برد بهتر تر است و اگر جمع من کلش یک بار میتر این هم درست تر است مشکلی نیست ولی باید پدر بداند که هر روز یک عمل صالح را انجام داده است و قرآن کریم دی تعبیر میگو علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین کسی که توانایی داره باید در ماه مبارک رمضان فدیه را ادا بکند و این را جمعی هم ادا کرده میتونه و کلی هم ادا کرده میتونه فردی هم ادا کرده میتونه از هر روز هم ادا کرده میتونه در رابطه با فدیه ما یک رواج داریم که در افغانستان کل ما میریم به مو گندم یا با آرد میگن دو کیلو گندم بده انشالله فدیه ادا چه؟ ای, کاملا درست است و ایره ما رد نمی کنیم ولی فدیه مق... با مقتضای حال یک انسان باید داده شود با مقتضای حال یک انسان داده شود پس ما در فدیه میبینیم که خورما را داده می تانیم. کشمش را داده می تانیم. آرد را داده می تانیم. یا ای کلش برنج را داده می تانیم. در حالی که قیمت های هر کدام از این متفاوت است قیمت های هر کدامش متفاوت است اگر دو کیلو کشمش بگیرم چقدر می شود قیمتش بالا می روید صحیح شد نی? پس دو کیلو کشمش خوبش پنج ست پنج یک هزار رفع می یک هزار حالا یک کسی که توان داره تجار است و خداوند مطال برش داده به این مردم دیگه نباید به 50 رو بیاد سر گندم حساب بکنه پس اینها از هر روز برای پدرش برای مادرش یک هزار افانی بدهد و بچه باید که پدر جان یک هزار رو افتار روزیت است و فدیه روزیت است و هر کی لازم داری او رو برش بده بعد اون یک کس دیگری کمک پایین تر است هفت بده کمک پایین تر است 500 بده کمک درش پایین است ست بده و می شکل باید هر کس با مقتضای حالش باید فدیه بده ولی تو نکنین که کل ما فقط ما گندم را ارزان دیدیم و پنجاه پنج را پر پنجاه پنج را برای مردم فدیه دادیم ای این کار نکنیم این ای حالت تعلق میگیره به توانمندی انسان ها در ماه مبارک رمضان و خداوند متعال به هم شما توفیق بیشتر را عنایت بکنم الحمدلله و صلات و سلام علی نبی الله و علی و صحابی و من والا و بعد بینندگان و شنوندگان عزیز السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته عزیزا رسیدیم به ای که روزه گفتیم بر بالای چه, چه شخصی فرض است باید روزه بگیره یکی از او کسا بود که خانم هایی که پاک باشن از حیز و نفاس بر بالایشان روزه فرض است باید روزه ماه مبارک رمضان بگیره حالا آیز و نفاس چگونه است؟ حکمش چی است؟ دلیل از شریعت وجود داره؟ حدیثی است که عایشه صدیقه را روایت میکنه میفرمایه که کنا نحیز و علا اهد رسول الله ما در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم دوچار مریضی حیز میشیم یعنی حیز میدیدیم باز پیانبر علیه السلام ما را عمر میکد به قضاء سوم میگفت که شما قضایی روزه را بیارید به این دلیل که شما حال خواهی روزه نگیرین و امر ما نمیکرد به قضاء سلات به قضا آوردن نماز بازم یکی از حقوقاتی که خداوند برتری داده خانمها را این است که نماز در حالتی که در حیز و نفاس می باشه خواست بالایشون ساقت است بعد از اون هم قضایی نداره اما روزه را باید قضایی بیارن چند مسئله را در اینجا باید از بفهمیم اولی حدیث امام ترمیزی رحمه الله در شماره 630 رو باتش کرده سعی مسلم جلد صفحه 265 حدیث 335 سنان ابو داود جلد یک صفحه 444 اه, 260 و همچنان 259 روایتش کرده یک موضوع دیگر هم بفهمه خانم است در ایامی که مریض است رمضان هم است صبح بلند میشه هنوزم مریض است مجرده که طلاع صبح ساده ختم میشه آفتاب بیرون میشه این خانم از حیث پاک میشه بر بالای شخص باید روزه اونمو روزه بگیره اگر چی روزه درست نیست حساب نمیشه اما به خاطر احترام گذاشتن در ماه مبارک رمضان باید روزه را رو نخوره و یک روز باز قضایش بیاره اما پیش از طلای صبح صادق اگر این شخص پاک میشه روزه بر بالایش واجب است فرض است باید روزه ماه مبارک رمضان خدا بگیره اگر چه غسلش هم کمی به تاخیر بفته و موضوع دیگری که یک خانم از روزه گرفته نزدیک به افتار است نزدیک به غروب است در امی حالت نزدیکی هنوز روز خلاص نشده افتار نرسیده این خانم به مریضی حیز یا نفاس سرد و چار میشه در این صورت هم روزه ای شخص باطل است این خانم باطل است باید که یک روز قضایی بیاره اما به خاطر احترام گذاشتن در ماه مبارک رمضان ادامه می وقتی که مانده را باید روزه خدا نخوره یک موضوع دیگر هم در این رابطه وجود داره عزیزا اوی که یک چیز داره ما به نام مستحازه در شریعت اسلامی که نه حیز است و نه نفاس است و خانم ها متاسفانه بعضی اوقات مریضی برشان پیش میشه که خون از رحمشان می و نه حیز است و نه نفاس و بعضی دید علما است که خون از رحم نیست بلکه مریضی است که خارج میشه از بدنش این خون پس در این صورت چی کار کنه روزه خدا و نماز خود را به جای بیاره نیاره دید دقیق است که بله باید هم روزه خود را بگیره و هم نماز خود را به جای بیاره خب چه قسم می مثل کسایی هسته که مشکلات مثلا سلسل باو داره انفلاق ریح داره نمیتونه ادرار خود را حفظ کنه نمیتونه که شکمش همیشه باد تولید میکنه نمیتونه را دفع کنه این انسان ها یا سلسل باول است همیشه آب ادرارش از وجودش خارج میشه در این صورت برای انسان هایی که معذور هستن برای هر نماز خود یک وضو میگیرن هر وقت وقت نماز داخل شد وضو میکنن و با نمو خود نماز نفل و فرض و واجب خود حتی قضایی خود دیدید از علما قضایی خود را هم میتونه که انسان در مو وقت بخوانه با میگ وضو و همچنان کسی که گفتیم ام اگر امی مریضی را داشته باشه در ایام رمضان روزه از گردنش ساقط نمیشه باید روزه ماه مبارک رمضان خود را صد فیصد بگیره اگر نگرفت باز فکر کنید شما قصدا روزه را ترک کرده و بالش کفاره لازم میشه نکته دیگه که شدت گرسنگی و تشنگی یک انسان نهایتا گرسنه نشده و نهایتا تشنه است نزدیک به هلاکت است در این صورت هم شخص میتونه که روزه خود را افطار کنه ترس از هلاکت انسان میبینه که در یک جای قرار داره اگر روزه رو نخوره هلاکش میسازن جبران برش میگن که 100 فیصد تو باید روزه رو بخوری اگر نخوردی میکشیم می اگر نخوردی در حق کار ناروا و زشت انجام میده یا ایره قبول که یا ای را. در این صورت که ترس هلاکت است در این صورت روزه رو میتونه که امو وقت بخوره و بعدا باز قضایش بیاره بیوشی شدن انسان در اسنای روزه یک دم بیوش میشه و بیوش میشه که در اصلا در هوش نمیاد این انسان هم روزه شکسته قضای روزه را باید بیاره و واجب است و همچنان جنون دیوانگی یک چیز را بفهمیم بیهوشی توسط حالات یا رخ میتر و جنون هم علما میفرماید که یک آفت آسمانی است که در وجود انسان میه اگر دیوانه در رمضان جور بود و دیوانه شد روزه از گردن ساقط است تا وقتی که جور شد مجرده که دوباره جور شد از این مرض تاری شد باز میتونه که دوباره روزه خود را بیاره و قضایی هم همین چند روز را که در حالت جنون سپری کرده بر بالایش واجب است باید قضاییش را بگیره عزیزایی بود برنامه امروزی ما تا برنامه بد و دیدار بد شما را به الله منان السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات الحمد لله و و سلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه نجم الاحتدا اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان و صائمین و قائمین و همه شما روزداران عزیز السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته خوشحال هستیم که باز هم به توفیق خداوند در خدمت شما و در سلسله درس ماه مبارک رمضان قرار داریم درس امروزی ما و یا برنامه امروزی ما خدمت شما عزیزان دل اجر و مزدی افتار دادن است چیزی که ما از اونو غافل هستیم یعنی بالاتر است مزد و اجر و ثواب این از آنچه که ما فکر میکنیم خیلی از انسان ها وقت ماه مبارک رمضان را سپری میکنند بعد از رمضان اجری را از خدا میگیرن اندازه ده ماه مبارک رمضان یعنی گویا ده تا رمضان روزه گرفته باشه خیلی ها هستن وقت ماه مبارک رمضان اتمام می شود از خداوند اجر و مزدر می گیرن اندازه صد ماه مبارک رمضان جالب است و خیلی ها وقت ماه مبارک رمضان سپری می شود از الله اجر و مزد می گیرن اندازه یک ماه مبارک رمضان همون ماهی که روزه گرفت پیامبر محبوبی من صلی الله و علیه و سلم می فرماید من فطر صائما کسی که افتار میده یک روزدار را یک روزدار را کسی که روزه گرفته است چنان اجری از پیشگاه خداوند میگیرد مثل این که او روزه گرفته است یعنی اجری مزدی پاداش یک روز روزه دیگر غیر از روزه ای که گرفته بدون از از اجر و مزد جانب مقابل چیزی کم بشود یعنی شما یک نفر را افتاری دادید هم او انسان صاحب اجر و میشود می شود و هم شما چنان اجری می گیرید مثل اینکه که یک روز مثل که او روزه گرفته اجر گرفته شما هم همقدر قدر اجر می گیرید یا یک روز روزه اضافی گرفته باشید خیلی عجیب است خیلی عجیب است بسا افراد هستند در ماه مبارک رمضان یک هزار نفر رفتاری می خداوند به اونها توفیق داده دل داده سرمایه و نعمتی که خداوند داده او را در راه درست مصرف میکنند به خصوص در کشورهای بیر غیر از افغانستان عزیز و در این وطن ما داریم الحمدلله افراد مخلص متدین سخی که حاضر هستند در ماه مبارک رمضان از هیچ چیزی کوتاهی نمی یعنی شما تصور کنید یک نفر یک هزار نفر افتاری داده در رمضان بعد از رمضان اندازه یک هزار ماه رمضان مزد میگیرد از خداوند و تعویری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صادق مصدوق که هیچ شک و تردید در کلامش نیست اما چیکو نباید باید افتاری بدهد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ولو اگر بدانه خرما هم هست ولو به یک جرعه آب هم هست شما کوشش کنید دیگران افتاری بدهید لازم نیست از خانه تان بیرون بشوید شاید بعضی خواهران بگن خب ما چی در خانه با فرزندانتان با اهل و بیتیتان با فامیلیتان با دوستانتان وقتی نشسته هستید وقتی که افطار میخوان بکنن یک دانه خرما رو بگیرید دست اینها بدهید یک لیوان آب خودتان به دست اینها بدهید از این اجر و از این مزد شما هم استفاده میکنید و یک حدیث دیگر در مورد افطاری پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید امت من بر خیر و خوبی است تا وقتی که در افطارشان عجله کنن تاخیر نکنن در افطار در سحری تاخیر کردن در افطار عجله کردن یکی از صحابه رضی الله تعالی عنه میفرماید ما در سحری چنان تاخیر میکردیم که سحری وقتی میخوردیم متصل با پیامبر صلی الله علیه و به نماز استاد میشدیم و از پیامبر خدا سوال کردیم یا رسول الله بین سحری و نماز صبح چقدر باید فاصله باشه فرمودن اندازی تلاوت 50 آیه قرآن اما در افطار برعکس میگه عجله کنید امت من در خیر است تا وقتی که در افطارشون عجله میکنن دو تا تعبیر یکی به مجرد که شام داخل شد افتار کنید از آن بلند شد ما عادت داریم بعضی ها چند دقیقه تا حتی وقت از آن ختم میشه بعد از از آن هم انتظار میکشه درست است و یکی در خوردن عجله کنید تلاش کنید و چی چیز باید افتاری بدهیم برای دیگران چندین حدیث است پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه وقتی که صدای ازان میشد یا شام داخل میشد وقتی میخواستن افطار بکنن اولا با رطب افطار میکردن رطب یعنی خرمای تازه اگر اون نمیبود با خرمای دیگر افطار میکردن خشک اگر اون نمی بود یا با شیر یا با گلاس از آب افطار میکردن یعنی سنت همین هاست ما میتوانیم با اینها افطار بکنیم یا خرما یا آب یا اگر شیر باشه با شیر روزه من رو بشکی. و دیگران هم به اندازه ولو اگر یک جرعه آب است کوشش کنید که افتاری بدهید از این اجر و مزد خودتان را محروم نکنید من میگم خوش به حال اون مادرانه که شب روز تلاش میکنن در ماه مبارک رمضان تا هم برای فامیلیشان افتاری آماده میکنن هم برای دیگران اینها از این اجر و مزد بزرگ برخوردار میشوند یعنی اگر شما افطاری آماده میکنید در خانه در مسجد روان میکنید برای یک مسافر میدهید برای یک روزدار دیگر میدهید چی از فامیلیتان چی از غیر فامیلیتان باشد برای ده نفر افطاری آماده میکنید در اخیر رمضان شما اندازه ده ماه مبارک رمضان پاداش میگیرید آیا فکر کردید با این قضیه با این همه عظمت و بزرگی باور کنید انسان به وجد میاد به شوق میاد وقتی که این این همه فضائل تنها و تنها در قضیه یک افطاری حتی اگر انسان خودش روزه نداره بدبخت است روزه نگرفته ولیکن این محبت در داره برای دیگران افتاره میده اون هم از این پاداش برخوردار میشه این اجر مزد در میگیره ولی خودش روزه نگرفته ولیکن در برابر نگرفتن روزش مخصوص است و جواب بده فردا در پیشگاه الله الله تبارک و تعالی برای همه ما و شما توفیق عمل عمل بفرماید السلام علیکم و رحمت الله تعالی و Yeah. Mm -hmm.